این گوشی ها رو بخری باخت دادی. توی این ویدیو میخوام 15 تا از گوشی های شیائومی و سامسونگ رو بهت معرفی کنم که اگر بخریشون پولتو رسما ریختی دور، ولی خب تو بازارم موجودن و خیلی هم سفت، مغازه ها، شرکت ها، فروشگاه ها همه موجود دارنش، قیمتاشون اصلا به صرفه نیست به نسبت مشخصاتشون و خب سادش این میشه که نباید بخریدشون، خریدشون یک اشتباه محضه. من میرسینم و تو این ویدیو قراره که راجع به این لیست از گوشی هایی که نباید بخریم باهاتون صحبت کنم، با من همراه باشید. آقا ما این لیست رو از قیمت پایین شروع میکنیم، میایم تا قیمت‌های بالا و پرچم‌دارا. بله شاید باورتون نشه ولی پرچم‌دارم تو این لیست هست. اولیش گلکسی A04S که با توجه به ورود A05 و A05S و مشخصاتی که اون داشت و ارتقاهایی که اینا دارن اصلا ارزش خرید نداره. قیمتش هلوهوش 6.5 میلیون تومانه با مشخصات صفحه HD PLS اکسینوز 850 و فکر میکنم هلوهوش مثلا رم 3 یا 4ش تقریبا این قیمته و اصلا مشخصات منطقی نداره به نسبت قیمت و مدل جدیدی که ازش موجود شده. مدل بعدی گلکسی A14 که حتی A05S هم که گوشی جدید سامسونگه از این مشخصات بهتری رو میتونه داشته باشه و منطقی تره و بروزتره و یک سال هم بیشتر بروزرسانی دریافت میکنه. مشخصات A14 رو طبیعتا داریم میبینین، هلیو G80 داره، صفحه نمایش PLS و دوربین 50 و سلفی 13 مگاپیکسلی، اندرویدش 13 ولی خب 6.7 میلیون تومنه. A14 6.5 میلیون تومان نمیارزه و A05S تقریبا هلوش 6.6200 که باز منطقی تره و ما A15 رو هم داریم که ارتقای خیلی خوبی به نسبت A14 داشته. پس این شد دومین گوشی که از سامسونگ و نباید بخرین. سومین گوشی از شیائومیه و من تعجب دارم که چرا اصلا این سری هنوز موجوده تو بازار، Redmi Note 10 پردازندش اسنپدراگون 678 و صفحه نمایش آمولد فول اچ دی داره. مشخصاتش رو وقتی نگاه میندازی خوبه، اما به نسبت قیمت اینم که هولوش 6.5-7 تومنه انتخاب‌های خیلی بهتری هست. مثلا Redmi Note 12 4G اگر اشتباه نکنم هم صفحه نمایش خیلی بهتری داره، هم نسخه اندرویدش بروزتره، سخت افزار بروزتر و بهتری داره و در کل میتونه انتخاب بهتری باشه به نسبت Redmi Note 10 که بعدی هم، یعنی گوشی بعدی هم نسخه پرو همینه، یعنی Redmi Note 10 پرو که مشخصات به نسبت بهتری داره از Redmi Note 10 معمولی. خب طبیعتا نسخه پروه ولی یه مسئله ای که داره OSشه که اندروید 11 و اینا نهایتا 2 سال آپدیت میاد، یعنی شما همین الان بگیری اندروید 13 رو بگیری براش دیگه تمومه و آپدیت های بعدی مثل اندروید 14 که همین الان است و 15 که قرار بیاد دریافت نمیکنه و خب بروز رسانی توی گوشی که میخوای بخری و چند سال ازش استفاده کنی طبیعتا یک آپشن بسیار مهمی میتونه باشه. گوشی بعدی باز از همین خانواده Redmi است، یعنی Redmi Note 11 که حدود 7.5 صفحه نمایش فول اچ دی 90 هرتز رو اسنپدراگون 680 که من باز میتونم بهتون پیشنهاد کنم که Redmi Note 12 4G از این هم میتونه گزینه بهتری باشه و Redmi Note 11 هم که الان گفتم OSش اندروید 11 یعنی همون داستان قبلی براش تکرار میشه. گوشی های قدیمی تر کمپانی شیائومی، Redmi، پوکو، حالا هر کدومشو بخوایم بگیرین یه مسئله‌ای که دارن اون حد اکثر قابلیت بروزرسانیشونه که نهایتاً 2 سال رو دریافت میکنن. گوشی بعدی از پوکو که پوکو X4 پرو، این گوشی حتی همون موقعی که اومد هم انتخاب خوبی نبود و یه دانگرید خیلی خیلی زیاد به نسبت پوکو X3 پرو بود. پوکو X4 پرو مشخصاتش اسنپدراگون 695 داره که بدی نیست، اما به نسبت قیمت 11 میلیون تومانیش هیچ منطقی نداره و خب OS قدیمی تر داره، سلفیش اصلا خوب نیست، دوربینش با اینکه 108 مگاپیکسلی اما تو پردازش مشکل داره، دوربین خوبی هم بهتون نمیده با این قیمت 11 میلیون تومانی و شما با این هزینه گزینه های خیلی بهتری رو میتونید داشته باشین با حدود 11-11.5 میلیون تومان. گوشی بعدی اما از سامسونگه که میشه گلکسی A33 که قیمتش
اصلا منطقی نیست. حدود 11-11.5 میلیون تومان ACO3 نسل قبلی، ACO4 بعدش اومد، الان چند ماه دیگه ACO5 داره میاد و خیلی سفت و محکم تو بازار موجوده. یعنی هر سایتی که بری ببینی موجود داره، مغازه‌ها موجود دارن و حتی پیشنهاد هم میدن اکثرا که بیا ACO3 بخره. ولی خب به نسبت مشخصاتش اگزینوس 1280 داره که اصلا پردازنده خوبی نبود. حتی یه سری ها میگن سری A32 A52 از CA بهتر بودن، گزینه های بهتری بودن و نسخه 828ش تقریبا این قیمتیه که بهتون گفتم. باقی مشخصات هم دارید روی صفحه میبینید. دو تا گوشی بعدی دو تا برادر بزرگتر همین ACO3 میشه، یعنی A53 که 17 میلیون تومانه با همون پردازنده، با صفحه نمایش 6.5 اینچی امولد 120 هرتز، خب صفحه نمایش خوبی داره، دوربین های خوبی هم داره، ولی A53 17 میلیون تومانه، A54 هولوش 14 میلیون تومانه. خب منطق میگه که طبیعتاً A54 رو بخر که بدنه بهتری داره، کوالیتی ساخت بهتری داره، به روزتر، پردازنده قوی تری داره، دوربین بهتری داره و خب طبیعتاً شما نباید سراغ این برید. و در نهایت توی سری A خانواده سامسونگ A73 رو داریم که باور داریم میشه چنده؟ 21-22 میلیون تومان A73 و بعضیا واقعاً دنبال خریدشن با اینکه هیچ منطقی نداره. یعنی A54 حتی گزینه بهتریه به نسبت A73. سامسونگ توی این سری A4 اومد اون سری 7 رو حذف کرد، یعنی A74 نداشتیم. ساده بهتون بگم پرازندهش پرازنده خوبیه، اما اسنپدراگون 778 جیه، یعنی مشخصات خیلی بد نیستا، ولی تو با 21.5 میلیون، 22 میلیون تومان خیلی انتخابای بهتری میتونی داشته باشی. مثلا شیائومی 13 تی تقریبا این قیمت، حتی یکم ارزونتر، یا پوکو F5 پرو که اینا گوشی F5 پرو یکم قدیمیه ها، ولی باز از این خیلی بهتره. حتی پوکو F5 که تقریبا هولوش 16 میلیون تومانه بازم از این گزینه بهتریه. میتونم یه لیست کامل از گوشی هایی بدم که منطق خرید دارم به نسبت A73 21.5 22 میلیون تومانی. گوشی بعدی هم S21 FAE که این هم مثل اون پوکو X4 پرو همون موقعی که اومد هم گزینه خوبی برای خرید نبود، چون یه سری مشکلات زیادش و مهمترینشون افزایش حرارت و افزایش دما در حین کار کردن بود. مشخصات خوبی داره، یعنی مثلا داینامیک امولد 2X 6.4 اینچی فول اچ دی 120 هرتزی داره، اما خب میگم پاشنه آشیلش یک باتریش بود که 4500 میلی آمپری و در کنار پردازنده اسنپ دراگون 888 قدیمی که خیلی هم پرمصرفه، اصلا هم بهینه نیست، خیلی هم داغ میکنه و از این قبیل داستانا و قیمتش هم حدود 22 میلیون تومانه که الان S23 FAE تقریبا 1-2 تومان از این قیمتش بالاتره و میگم S21 FAE هم تو بازار موجوده و اینم به شکل عجیبی خیلی ها پیشنهاد میدن، خیلی ها دنبالشن، خیلی ها تو گزینه هاشون قرار میدن، ولی خب نباید بخری S21 FAE. گزینه بعدی یکی از پرچمدارهای شیائومی، ولی پرچمدارهای قدیمیش که به زمان خودش من خیلی دوستش داشتم، شیائومی 12 پرو. به نظرم زیباترین طراحی رو توی کل تاریخ شیائومی تا الان تو پرچمداراش سری 12ش داشتن، 12 معمولی و حالا 12 پرو که گوشی بسیار خوبی بود. صفحه نمایش امولد QHD 120 هرتزی LTPO داره، بعد رم 12256، دوربین های بسیار خوبی داره، اما پردازندهش اسنپدراگون 8 نسل 1 که اصلا پردازنده خوبی نیست، بهینه نیست، باتریش 4600 میلی آمپریه و همه اینا رو شاید بتونی تحمل کنی، اما قیمت 33.5 34 میلیون تومانیشو نمیتونی تحمل کنی و قطعا میدونی که چه سری انتخابهایی هست که تو بتونی با این هزینه دریافت کنی. حتی ارزونتر، مثلا برات مثال میزنم شیائومی 13 تی پرو که جلوتر هم دوباره مثالش میزنم، هولوش 27 میلیون تومانه و هزاران بار بهتر از شیائومی 12 پرو میتونه تو یه سری زمینه ها باشه. طبیعتا گوشی بعدی شیائومی 12 تی پروه که به شکل عجیبی زمانی که وارد شد انتخاب بسیار خوبی بود، گوشی بسیار خوبی بود و حتی هست و دلیلی که اون موقع خیلی پیشنهادش میدادیم قیمت معقول و منطقیش بود. اسنپ دراگون 8 پلاس جن 1 داره، صفحه نمایش فول اچ دی پلاس 120 هرتز، مشخصات واقعا خوبه. یکی از اولین گوشی‌ها یا فکر کنم اولین گوشی بود که اینو درست نمیدونم سنسور 200 مگاپیکسلی داشت برای دوربینش و خب گزینه خیلی خوب بود، اما الان 32 میلیون تومانه
گفتم که شیائومی 13 تی پرو که نسل بروز رسانی شده یه همینه و کلی آپشن های جالب تر داره، حدود 27 میلیون تومانه و شما حتی آپشن های دیگه مثلا مثل ناچینگ فون 2 رو هم داره که گوشی به نسبت گرونیه ولی حدود همین قیمته، کلی ویژگی های باحال و خاص بهتون میده و حالا تعداد بیشتری از انتخابا. گوشی بعدی پرچمدار پارسال شیائومیه، شیائومی 13 پرو که گوشی عالیه اما به یک سری دلایل نمیتونم بهتون پیشنهادش بدم و اگر بخریدش ضرر کردین. مشخصات 6.7 اینچ امولد QHD 120 هرتزی داره، اسنپ دراگون ایج جن 2 داره اگه درست بگم، 12 گیگرم 512 یک حافظه و در کل یک پرچمدار به تمام معناست اما 54 میلیون تومانه. 54 میلیون تومان من یکی دو تومان کم میکنم ازش، میرم S23 اولترا رو میخرم که واقعا گوشی بهتریه به نسبت شیائومی 13 پرو، نه اینکه این گوشی بدی باشه ولی امکانات بیشتری بهت میده، از لحاظ بروز رسانی میتونه گزینه بهتری براتون باشه به نسبت و در کل انتخاب های دیگه ای هم هستن که با 54 میلیون تومان بتونید به جای این بگیرید و اینم بهتون میگم که تقریبا چیزی نمونده تا عرضه جهانی شیائومی 14 پرو که به شدت گوشی بهتری، صفحه نمایش عالی داره، پرازندش اسنپ دراگون 8 نسل 3 که کیلومترها فاصله داره با نسل قبلی خودش در زمینه پردازش های گرافیکی و خب خیلی انتخاب بهتری میتونه براتون باشه، پس این رو هم به هیچ وجه سمتش ننید. گوشی آخر این لیست گلکسی S22 اولتراه که مثل تمام گوشی هایی که توی این ویدیو در موردش باهاتون صحبت کردم، اینم به شکل عجیبی تو بازار موجوده کاملا، یعنی پر تو بازار و خیلی ها پیشنهادش میدن ولی خب پردازندش اصلا پردازنده بهینه‌ای نبود، همون اسنپ دراگون ایج جن 1 بود که خیلی ها باش مشکل کنترل دما رو داشتن، مشکل عدم بهینه بودن رو داشتن و خب ما میبینیم که قیمتش حدود 47 میلیون تومانه، با 47 میلیون تومان اگر اشتباه نکنم فکر کنم S24 معمولی رو میتونی بخری که خیلی آپشن های بهتری داره، 2-3 تومان بالاتر میتونی S24 پلاس رو بخری یا S23 اولترا که بازم گزینه های بهتری هن و در کل آپشن هایی که میتونه بهتون بده اون گوشی های دیگه که به جای این میتونید تهیه کنید. این لیستی که براتون تهیه کردم بین برند شیائومی و سامسونگ بود که بیشترین طرفدار رو تو بازار ما دارن، خب طبیعتاً حدل امکان سمت برند هواوی نباید برین، نخریدشون، خب خیلی از گزینه هایی که ما نیاز داریم و نمیتونن در اختیار ما قرار بدن توی هر زمینه و این منطق رو هم با هر شکلی که بهش نگاه کنی این داستان رو هم با هر شکلی که بهش نگاه کنی منطقی به نظر میرسه که سمت آیفون هم نباید برین. آیفون های 12 پرو و پرو مکس که موجوده توی بازار به عنوان پک اصلی دارن میفروشن ولی نیست، آیفون 11 معمولی که موجود نزدیک 30 میلیون تومان قیمتشه، 12 پرو پرو مکس حدود 57 تومان قیمتشه و بدتر از همه آیفون 13 پرو و پرو مکس که پرو مکس از 80 تومان داری مدل تا 130-140 تومان که نمیدونم، یعنی میدونم چه فرقی دارن ولی عملا منطقی نیست بینشون انقدر فاصله قیمت و اصلا خریدشون تولید نمیشن، خیلی هاشون ریفرن، خیلی هاشون ریپکن و بهتون پیشنهاد میدم. اما در کل اگه دوست دارین یه ویدئوی دیگه از برندهای دیگه که حالا آنر باشه، هواوی باشه، هر کدوم اون گوشی‌ها رو بخری قطع به یقین ضرر کردی رو براتون درست کنم، حتما تو کامنت ها برام بنویسین که بریم سراغ ویدیو بعدی. امیدوارم که تونسته باشم اطلاعات خوب و کاربردی تو این ویدیو بهتون بدم و در نهایت هم لایک این ویدیو و سابسکرایب به چنل یوتیوب دیجیوتو رو فراموش نکنید و مرسی از اینکه منو همراهی کردید.